با سلام خدمت شما فواجان و بینندگان عزیز. در حالی که رقم گرسنگی در جهان بیشتر شده است، همینطور رقم چاقی دوره طفولیت نیز افزایش یافته است. در ایالات متحده بانوی اول زمانی که به قصر سفید راه می‌یابد، طی دوره ریاست جمهوری یکی از اهداف مهم اجتماعی مثل اطفال، زنان یا سایر موضوعات را به پیش می‌برند. میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده توانست در وضع و عملی کردن قوانین جدید تغذیه برای کودکان آمریکایی نقش فعال را ایفا کند. به این گزارش توجه نمایید. شاگردان مکتب ابتدایی پارک لاون حین طعام چاشت از دیدن گوشت مرغابی پوشش شده در خمیر هیجانی نیستند. آنها از دیدن میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده خوشحال هستند که برای صرف نان چاشت و مکتب خارج از ساحه شهر واشنگتن آمده است تا پیامی را به شاگردان برساند که والدین همیشه کوشش دارند آن را بدانند. ما وقتی اطفال ما را به مکتب روان می کنیم، حق ماست که توقع کنیم که آنها غذاهای چرب، نمکی و شیرین نمی خورد و آنها را از این غذاها همان طوری که در خانه دور هستند دور نگه داریم. میشل اوباما معیارات تازه غذایی از سوی وزارت زراعت را برای مکاتب اعلام کرد که آن شامل دو وقت میوه و سبزیجات است. در عوض چربی و نمک قطع از فهرست غذاها کاسته شد و آرد سیاه به جای آرد سفید و برنج. هدف این برنامه مهار کردن مشکل است که گریبانگیر ایالات متحده و سراسر جهان است. از یک طرف رقم چاقی اطفال از سال 1980 بدین سو در ایالات متحده سیچن شده است و از طرف دیگر یک سیوم 32 میلیون کودک انتظار نان چاشت را دارند که حکومت امریکا از طریق اهانه و یا به طور مجانی به دسترس آنها گذاشته است. برای عده‌ای از کودکان، به خصوص آنان که خانواده هایشان مشکل اقتصادی دارند، صرف نان چاشت یگانه غذا برای طفل آنها در طول روز هست. و اگر ما غذای با نوعیت بهتر برای مکاتب در نظر بگیریم، ما نه تنها با چاقی دوره طفولیت مبارزه می کنیم، بلکه یک قدم مهم را در مبارزه با گرسنگی طفولیت بر می داریم. میوه‌های جدید از طرف فعالین تغذیه درست مانند مارگو ووتون از مرکز خصوصی علوم و خدمات عامه استقبال شده است. فوق‌العاده است. معیارهای جدید وزارت زراعت بسیار یک خبر مهم پیشرفت برای اطفال کشور ماست. با این معنا که 32 میلیون کودک در سراسر کشور غذای صحی نان چاشت صرف می کند. ووتون می گوید قیمت تهیه میوه‌جات، سبزیجات، گوشت سرخی و گندم‌باب بالاتر است. مکاتب از طریق حکومت پول بیشتر به دست می آورند تا این مصارف اضافی را تأمین کنند. در حالی که از این کودکان بانوی اول به طور خاص دیدن نمود، کودکان مکتب در سراسر کشور پاداش دراز مدت را دریافت می کنند. غذای بهتر در پتنوس های رستوران هایشان. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. میشل اوباما از سال 2010 بدین سو به حیث بانوی اول ایالات متحده در بخش‌های عامه به چند موضوع پرداخته است: کمک برای مادرانی که بیرون از خانه کار میکنند، حمایت و کمک برای خانواده‌های اعضای اردوی آمریکا و تشویق داوطلبان برای خدمت در اجتماع. خانم هیلاری کلینتون که بین سالهای 93 الی 2001 بانوی اول ایالات متحده بود، تا این مدت موفقیت بزرگ و طرح و تصویب بیمه کودکان بود که والدینشان قدرت پرداخت پول بیمه را نداشتند. لورا بوش بین سالهای 2001 الی 2009 به حیث بانوی اول ایالات متحده نقش مهم در پیشرفت امکانات آموزشی کودکان و تربیت معلم به عهده گرفت. لورا بوش کوشش‌هایش را برای فراگیری تحصیلات فراتر از مرز آمریکا به افغانستان برد و اولین انستیتوت تربیت معلم برای زنان افغان را